برنامه شب کنسرتی بود که ارگانیزه که پروژه مصنوی و برای شروع دعوت کردیم از شاهرخ ماشین قلم که پاریس زندگی میکنه که اولین برنامه بود که این پروژه داشت توی تئاتر کلوسئو در روم. کارهایی که توی امشب انجام شد یه بخش خیلی زیادی از برنامه ایمپرووایز بود، بداهه نوازی بود که یه بخش مهمی از موسیقی ماست. موسیقی بداهه، موسیقی سنتی بداهه که اونجاست که پیچیدگی‌های خودش رو داره، اونجایی که تو واقعا فقط دستگاه رو میشناسی، شاید حتی نشناسی دستگاه موسیقی رو، و تو دنبال خواسته لحظه‌ای نوازنده میری و میتونید با هم دیگه در گفت و شنود باشید روی صحنه. ولی این بداهه همونقدر احتیاج به نیوشیدن از طرف توی رقصنده داره که داری با موسیقی اونا کار میکنی که از طرف نوازنده این رو احتیاج هست. کنسرت خیلی خوبی بود، موفقیت آمیز که انجام دادیم، خیلی خوشحالم، راضیم. امشب با شاهرخ مشکین قلم برنامه داشتیم، یه اجرای جدیدی بود که در دو بخش بود، یه بخش اول موسیقی سنتی و بخش دوم موسیقی فولکلوریک ایران که بعد تا با سازهای غربی تونستیم میکس کنیم و یه کار خوبی انجام بدیم. خیلی راضی بودم. خوب بود. بگویم صد هزاران داد از این ده. این مشخصه بزرگش از کارهای رقص منه که سر ظرف ها تموم بشه و حرکت بیسته در سکوت، و با موسیقی زنده همیشه این ریسک هستش که اونجایی که تو فکر میکنی موسیقی نیسته، اونجایی که قرار بوده که بیسته نیسته، و اینجا حواست رو بیشتر متمرکز میکنه با به همکارات، به موسیقیشون، به کارشون، به خصوص که نمیتونی نگاهشون کنی و چون پشت تو نشستن و تو بایستی باشون توی هارمونی کامل باشی برای که بتونین با هم دیگه به یه جایی برسید. ولی خب خود به خود حسش رو بیشتر میکنه برای بیننده، برای تو، بخاطر که این ضربان قلبت همچنان تنده و این قابل نیوشیدن برای بیننده ها. از قطعاتی استفاده شد که توی در محله‌های مختلف، قطعات کردی، قطعات لوری،
از آذربایجان استفاده شد و اینکه از شاهرخ دوست عزیزم خواستیم که با هنرمندی خودش این کار هر جوری که صلاح میدونه انجام بده و یه تداعی بکنیم از ملودیایی که هممون میشناسیم. فقط موتیف هایی گرفته شد از ملودی هایی که هممون میشناسیم، از جمله گل مریم، ای ایران، گل پامچال و و و و خوب و بعدش رو بعد بقیه بگن. من اصلا نمیتونم بگم که خوب بود یا بد بود، در صورت ویدیوهاش هست قضاوت میکنم بقیه. خوشحالی من از اینه که گاهی وقتا که امکانش هست بتونیم سازه سنتی ایرانی و با سازه کلاسیک، سازه غربی مثل فلوت، مثل اوبوا و سازه دیگه که بشه با همدیگه ادغام کرد توی یه ارکستر، بشه قطعاتی تنظیم کرد که تمام این سازها بتونن با همدیگه همنوازی داشته باشن، که امشب شاهدش بودیم. قطعه آخر یه سری از قطعات فولکلورک ایرانی بود که با تنظیم رضا انجام شد، که ساز اوبوا و ساز فلوت تونستن همراهی بکنن سازهای مثل کمونچه، مثل تار و سازهای دیگر سنتی ایرانی. و همیشه این مشکل هست، چون سازهای سنتی خب قضیهشون فرق میکنه، رب پردایی هست مثل سوریه کوران توی موسیقی ایرانی که خب توی موسیقی کلاسیک نیست، بر همین یه خود سخته. ولی خب امشب تقریبا موفق شدیم که 20 دقیقه نیم ساعت آخر این کنسرت رو بتونیم با هم اقدام کنیم و خوشبختانه ترکیب خوبی در اومد و اجرای خیلی خوبی بود. کشوری، یک سرزمینی که سرزمین جاودان ماست. ما تنها تلاشی که میتونیم اینجا بکنیم به عنوان یک ایرانی این هستش که بتونیم یه جوری فرهنگمون رو، موسیقیمون رو و اون چیزی که از دستمون در میاد در رابطه با کشور عزیزمون ایران به جامعه غرب، به جامعه خارج از ایران بشناسونیم و اون چیزی که هست، اون چیزی که واقعا باید گفته بشه راجع به فرهنگ ایرانی، راجع به موسیقی ایرانی، راجع به ادبیات ایران معرفی کنه. یعنی تجربه رقص، رقص و موسیقی همراه با همدیگر رو من داشتم، ولی چیزی که متمایز میکنه در واقع اون رقصی که در ایران رقصنده های کردستان و رقصنده های خراسان ما همکاری کردیم، خب چون مثلا ما الان تو رومیم با زبانی که قابل فهم باشه برای در واقع ایرانی هایی که شاید حالا رقص ایرانی هایی برای ما در اینجا رقص سوم داریم که اصلا در مورد ایران چیز نمیدن، به یه زبان دیگه صحبت بکنه از اون مناطق. و به نظر من این خیلی کار جالبیه و وقتی هم که موسیقی همراهش باشه خب اصلا شرف دیگه ای پیدا میکنه.